یوتیوب همونطور که میدونید یه فضایی هستش که مردم بر اساس خلاقیت و استعدادی که دارن میتونن مردم رو تا حدی سرگرم کنن و ذهن اونا رو از افکار منفی و اخبار منفی تا حدی دور کنن. اما بعضی از این استعدادها باعث نمیشه که سرگرم بشین، بلکه باعث میشه با وجه کثیف این دنیا بیشتر آشنا بشین. چنل هایی با محتواهای موزیک، سرگرمی، فان، آموزشی، علمی، ترسناک و حتی آدم ربایی. امشب قراره با هم راجع به یه چنلی حرف بزنیم و بررسیش کنیم که مردم ادعا میکنن این چنل توسط یه قاتل زنجیره‌ای و آدمخوار اداره میشه و ساخته شده، که اگه فیلمای این چنل رو الان با هم ببینیم بهتون قول میدم که دیدتون نسبت به یوتیوب 0 تا 100 عوض میشه و دیگه اون دلگرمی قدیم رو به یوتیوب نخواهیم داشت. سلام برو بچه، چه خبر؟ امشب قراره با هم راجع به یه چنلی حرف بزنیم که اسم این چنل اینه، که همین الان این چنل هست و میتونید بعد از دیدن این ویدیو اون چنل رو کامل بررسی کنید و تمام ویدیوهاشو ببینید. خیلی خوب، ببینید اگه همین الان داخل اینترنت و یوتیوب سرچ کنید یوتیوبرهای قاتل، 1000 تا ویدیو و 1000 تا مطلب راجع به یوتیوبرهایی که قتل انجام دادن واسهتون میاره، که یه سری یوتیوبر حالا معروف و غیر معروف قتلای بیرحمانه و وحشتناکی انجام دادن، که خب تا دلتون بخواد راجع به این موضوع ویدیو زیاده و یوتیوبر قاتل کم نداریم. اما این چنل اینقدری دارک و اینقدری مرموزه که اصلا معلوم نیست صاحب این چنل رو به چه نیت و به چه هدفی ساخته، که اکثر این فیلم ها در نگاه عادی چرت و پرت و مبهمن، اما بعضیاشون رو اگه با دقت بیشتری بهشون نگاه کنی متوجه پیام ها و حقایق ترسناک و وحشتناک اون فیلم ها میشیم، که باز در کنار همه اینا یه سری از فیلماش اینقدری واضح و اینقدری آشکارن که اصلا پیام مخفی ندارن و واضح داره به جنایتش اعتراف میکنه. و متاسفانه من نمیتونم تک تک اون فیلما رو باهاتون بررسی کنم، چون یه سری از اون فیلما محتواشون به شکلیه که ممکنه یوتیوب بهمون گیر بده و کلا اصلا ارزش اون ریسک رو نداره. و الان میخوام چند تا از ترسناک ترین و تاریک ترین ویدیوهای این چنل رو بهتون نشون بدم تا با وجه کثیف این چنل بیشتر آشنا بشین. اولین ویدئوی این چنل که تا حدی دارک و تا حدی هم ترسناکه مربوط میشه به این ویدئو با این تایتل، که وقتی این ویدئو رو باز کنیم چند تا مرد با ظاهری عجیب و لباسای عجیب تر دارن با یه آهنگ میرقصن و آهنگ میخونن. اما زمانی این ویدیو ترسناک میشه که به آهنگش و تصاویری که به صورت تصادفی داخل این ویدیو استفاده میشه یکم بهشون دقت کنیم. حالا اگه دقت کرده باشین اولین تصویری که به صورت تصادفی اومد تصویر یه زنی بود که زیرش نوشته قبل از تصادف، و بعدش تصاویری از دخترها و زنایی رو میبینید که ظاهراً ناخواسته گروگان گرفته شدن و به صورت تصادفی عکس اونا رو داخل این ویدیو به نمایش در می آوردن. و سوال بزرگ اینجاست، این دخترها و این زنا کیان؟ چه بلایی سرشون اومده و چه داستانی پشت این فیلمه؟ و همچنین اگه دقت کرده باشین آهنگی که داخل این ویدیو ازش استفاده شده بود آهنگی بود که واقعا تأثیر منفی روی مغزمون داشت و اصلا حس خوبی بهمون منتقل نمی کرد. و
این فیلمی که الان با هم دیدیم یکی از معمولی ترین ویدئوهای این چنله. وقتی یکم بیشتر فیلمای این چنل رو بررسی کردم با یه ویدئوی مواجه شدم که این ویدئو پربازدیدترین ویدئوی این چنله و نزدیک 2 میلیون ویو خورده. در نگاه عادی وقتی این ویدئو رو با هم ببینیم، این مرد داره با ماشینش از خیابونایی که زنای تنفروش توشون زیادن عبور میکنه، که خب وجه عجیبی نداره. اما زمان این ویدئو ترسناک میشه که به آهنگ بک‌گراندش یکم دقت کنیم. یه آهنگ فوق‌العاده دارک و ترسناک پشت این ویدیو قرار گرفته و این به این معنیه که این مرد یه نقشه وحشتناک واسه این خانومو داره و میخواد زمانی که اونا رو سوار ماشین میکنه ببره خونه، 1000 تا بلا سرشون بیاره و عکس اونا رو به عنوان آخرین عکس داخل ویدیوهای رقصشون به نمایش در بیاره. اما ویدیوی بعدی که یکی از ترسناک‌ترین و نگران کننده ترین ویدیوهای این چنله مربوط میشه به یه شورت ویدیو که داخل یوتیوب قرار گرفته. شک ندارم زمانی که این فیلم رو دیدین سوالای زیادی توی ذهنتون درست شد و به حد کافی این فیلم زیادی ترسناک بود واقعا. و سوالی که واسه خود من بعد از دیدن این ویدیو به وجود اومد اینه: این دختر کیه؟ چرا داره این شکلی داخل وان شنا میکنه و چرا اینقدر ترسیده و جیغ میکشه؟ بعد از دیدن این چند تا ویدیو به این نتیجه رسیدیم که صاحب این چنل یه آدم روانپریش و روانیه و علاقه زیادی به شکنجه و آدم ربایی داره. و این دختری که الان با هم دیدیم داخل وان بود و داشت جیغ میزد یکی از قربانی های این آدم رباییه که داره به صورت شدید و بیرحمانهی شکنجه میشه. و همچنین داخل این چنل طبق گفته خود این صاحب کانال یه چند تا آهنگ قرار گرفته که این آهنگا رو واسه شکنجه کردن افراد استفاده میکنه، آهنگایی که حتی خود یوتیوبم بهشون گیر داده و این آهنگا دارای فرکانسا و سیگنالاییه که این سیگنالا تأثیر فوق‌العاده منفی روی مغز میذاره و یه ترس و یه لرزه شدیدی داخلتون ایجاد میکنه. در سال 2016 این چنل یه ویدئویی آپلود میکنه که این ویدئو یکی از ترسناکترین و بیرحمانه ترین ویدئوهای این چنلشه و انقدر این فیلم دست به دست شد و انقدر راجبش حرف میزدن که واقعا من یکی رو به شخص خیلی ترسوند و به این نتیجه رسیدم که صاحب این چنل واقعا یه آدم رباست. بعد از دیدن این ویدیو تنها آرزو و تنها خواستتون اینه که این ویدیو فیک باشه. اما باید بهتون بگم که اگه به این ویدیو دقت کنید متوجه میشین اون دختر شلوولی که این یارو داره باهاش میرقصه به صورت کامل و قاطع
بیهوش شده و این فیلم فقط یه نمایش نیست و شخصی که داره با این دختر بیهوش میرقصه ظاهراً یه آدم روانیه که از شل و ول بودن این دختره داره لذت میبره و تقریباً باهاش میرقصه. اما اگه اینجاشو دقت کرده باشین، این دختره وقتی در حال رقصه سعی میکنه با پاهاش خودشو کنترل کنه و انگار به صورت کامل بیهوش نشده و واقعاً مشخص نیست این دختره چه بلایی سرش اومده یا بدتر چه بلایی قراره سرش بیاد. دلیل بعدی این که احساس میکنم صاحب این چنل واقعاً یه آدم روانیه، فیلمایی هستش که به صورت اتفاقی از مردم و رهگذرا ضبط میکنه به صورت کاملاً بدون اجازه و اتفاقی، که 99% سوژه های این فیلم همشون دخترن و اصلا مشخص نیست این شخص چه دیدگاهی نسبت به زنا داره. اگه اینجا رو دقت کرده باشین، این یارو داره به صورت کاملا بدون اجازه و رومخ از این دختره فیلم ضبط میکنه، که واقعا این حرکات یه چیز کاملا غیر عادی و غیر طبیعیه. فکر کن داری راه میری، یهو یکی با دوربین میفته دنبالت و بدون اجازه ازت فیلم میگیره و اولین حرفی که به ذهنت میاد اینه که این یاروی روانی چرا داره ازم فیلم میگیره، این خول و چل کیه. حالا بیاین از همه اینا بگذریم، الان میخوام یه فیلمی بهتون نشون بدم که همین الان میتونید این فیلم رو داخل چنل نگاه کنید و بررسیش کنید. و این فیلمه اینقدری دارک و اینقدری دلخراش و وحشتناکه که واقعا من این ریسک رو نمی کنم که این فیلم رو بهتون نشون بدم، چون ممکنه یوتیوب گیر بده و اصلا بزنه دهنم رو سرویس کنه. فقط تا همین حد بهتون میگم که این فیلمه داخلش صاحب این چنل اومده یه زبونو که از حلقوم کشیده شده با یه نخ آویزون کرده و یه همچین تایتلی نوشته زیر ویدیو، که خب زمان این ویدیو دارک میشه که بیایم تئوری واسش بسازیم. یه زبون آویزون که زیرش نوشته زیاد حرف بزن دختر چه معنی میتونه داشته باشه؟ آیا ممکنه صاحب این چنل یکی از قربانیاشو که زیاد حرف میزده و زیاد فریاد میزده زبونشو از حلقومش کشیده بیرون و واسه اینکه بقیه قربانی ها رو مجازات کنه و اونا رو بترسونه این زبون رو آویزون کرده و داره من و شما رو هم در کنارشون میترسونه؟ که خب داخل کامنت های این ویدیو خیلی ها میگن این زبونه ممکنه زبونه یه گوسفند یا یه گاو باشه، چون واقعا اندازه این زبونه بهش نمیخوره که اندازه زبونه یه انسان باشه. ولی باز در کنار همه اینا، این فیلم مشخص میکنه واقعا صاحب این چنل یه سری مشکلات روانی داره. اما قسمتی که یادم رفت بهتون بگم اینجاست. علاوه بر این که به صاحب این چنل لقب روانی و قاتل زنجیره‌ای دادن، یه لقب دیگه هم بهش دادن، آدم خوار. زمانی که برای اولین بار وارد این چنل بشید، یه سری فیلم‌های آشپزی مانند و غذا خوردن مانند داخل این ویدیو به چشمتون میخوره، که اینجا یه سوال بزرگ پیش میاد: چرا باید یه همچین چنلی که اینقدر محتواهای دارکی داره داخل چنلش راجب غذا و غذا خوردن ویدیو آپلود کنه؟ اصلا اینا به هم نمیخورن، چرا واقعا؟ که اگه بخوایم مثل همیشه قسمت دارک مغزمون رو فعال کنیم و بدبینی ها رو شروع کنیم، تنها جوابی که راجبه این ویدیوها به ذهنم میاد اینه: صاحب این چنل میاد این دخترایی که میدزده رو هزار تا بلا سرشون میاره و هزار تا کار باهاشون انجام میده و بعد از اینکه اونا رو میکشه به طرز وحشتناکی اونا رو میخوره. اما اینو به صورت قطعی و قاطعانه نمیگم، شاید واقعا یه همچین چیزی نباشه، اما خب نشون دادن سوسیس، گوشت و غذاهای نچندان مناسب که ظاهر قشنگی ندارن توی این چنل چه مفهومی میتونه داشته باشه، مخصوصا این ویدیو؟ و خب واقعا عجیبه، خیلی عجیبه. چرا باید یه همچین چنلی داخل یوتیوب فعالیت داشته باشه و اصلا وجود داشته باشه؟ و علاوه بر این فیلمایی که الان با هم دیدیم، یه عالم فیلم دیگه هم هست که تمامی اون فیلما رو میتونید با دقت و جزئیات بیشتر داخل این چنل تماشا کنید،
که من سعی کردم ترسناکترین و دارکترین ویدیوهای این چنل رو بهتون نشون بدم و کلن اصلا یه چنلی بود که گفتم حیف واقعا بهتون معرفیش نکنم. و راستی اینم بهتون بگم بچه، من یه چند وقتیه نمیدونم چرا اینقدر صدام خشدار شده، یعنی اصلا چی میگن این آهنگ صدا دیگه ندارم، همش خشه. باور کنید من عمدن صدام خشدار یا دارک نمی کنم، تازگی ها صدام اینجوری شده، اصلا ضعیف شده، نمیتونم اصلا زیاد یه حرف بلند بگم، ریه‌ام یکم ضعیف شده و اصلا این خشدار بودن صدا میدونم خیلی عجیبه، شاید بعضی خوششون بیاد بعضی حال نکنن، خلاصه دست خودم نیست، واقعا شرمنده، سعی میکنم بهترش کنم. و اینکه اینم از این ویدیو بود برای باش، مرسی که فیلمو تا اینجا تماشا کردین، امیدوارم این چنل واقعا دارک بوده باشه. و اینکه عشق اینو تا فیلمای بعد، خدا نگهدار.